وحدت کلمه رمز پیروزی است. اونهایی که خواب امریکا را میبینن خدا بیدارشون کنه. اون روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، اون روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخونیم. اگر دست از توطئه‌ها بر ندارن، خدا میداند انقلابی عمل میکنن. اگر شما بخواهید استقلال پیدا بکنید و آزادی حقیقی پیدا بکنید، باید کاری بکنید که در همه چیز خودکفا باشید. استقلال با وابستگی جمع نمی شود. این جان کلام سخنان معمار انقلاب نه در این دیدار بلکه از ابتدای مبارزه است. تأکید بر استقلال، اهم از استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، از همان روزهای آغاز نهضت اسلامی در جای جای کلام و نوشته های امام رحمت الله علیه دیده می شود. باید دانشگاه جدیت کند به این که افرادی را همچه بار بیارد، که همچه تربیت و تعلیم بکند که احتیاج را از خارج سلب بکند. اما این فریاد استقلال خواهی از کجا آغاز می شود؟ درست در آغازین روزهای مبارزه و در سال 41، یعنی زمانی که امام رحمت الله علیه در اعتراض به اقدامات دیکته شده از سوی آمریکا موسوم به انقلاب سفید قیام می کند و حکم به تحریم رفراندوم می دهد. تمام قراردادهایی که تا حالا بسته شده است در ایران، اگر از صدر مشروطه نگیم، در زمان این دوتا سلطان که عبارت از رضا شاه و محمد رضا شاه باشد، تمام قراردادها بسته را بگانند. قرارداد همه باطل. هر قراردادی که اینا کردن، مراسه سرسبز بسیار غنی ایران را دادن به یه هیئتی که یکی از اونها هم ملک انگلستان. اینا خیانت نیست برای مملکتی. این اصلاحات ارضی از بزرگترین خیانت ها نیست برای مملکت، که زراعت مملکت را به کلی از بین بردید. در دوران نهضت اسلامی، امام رحمت الله علیه بارها با ذکر مفاسد و سوء تدبیرهای خاندان پهلوی نسبت به وابستگی روزافزون و به یغما رفتن ثروت ملی واکنش نشان می‌دهند. مأمورین بعد، مجلس بعد، سران بعد، همه اینها وابستگی به خارج شدند. در حقیقت ایران یه مستعمره بود که به حسب ظاهر مستقل، ولی به حسب واقع همه چیزش وابسته به غیر بود. خدا می داند اون روزی که من عکس این محمد رضا را دیدم، در روزنامه ها، اینجا در مجله بود چیزی، که در امریکا مقابل ریاست جمهورای اونها ایستاده بود مثل یک بچه‌ای و او عینکش را برداشته بود و به روی اون نگاه هم نمی‌کرد، اینطور نگاه می‌کرد و اینطوری ایستاده بود. خدا می‌داند تلخی این در ذائقه من شاید حالا باشد. برخلاف دوره‌ای که در آن علاوه بر تاراج نفت، سمت‌های لشکری و کشوری هم با دخالت دول بیگانه دست به دست می‌شوند، در منظومه فکری امام رحمت الله علیه استقلال اقتصادی ارتباط مستقیمی با نفی سلطه پذیری دارد. امکان ندارد که استقلال به دست بیاد قبل از این که استقلال اقتصادی داشته باشه. اگر ما بنا باشد که در اقتصاد احتیاج داشته باشیم، در چیزهای دیگه هم وابسته خواهیم شد. در نقشه راه امام خمینی رحمت الله علیه، چه در دوران مبارزه و چه پس از پیروزی انقلاب، استقلال طلبی و نفی وابستگی و مقابله با استعمار در کنار مقابله با استبداد و ظلم داخلی جایگاه ویژه‌ای دارد. ما یک ملتی بودیم در تحت فشار آمریکا و دیگر ابرقدرت‌ها
استقلال ما از دست رفته بود، آزادی ما از دست رفته بود، ذخایر ما به باد رفته بود و ما قیام کردیم برای اینکه آزادی خودمون را به دست بیاریم، قیام کردیم برای اینکه استقلال خودمون را به دست بیاریم. امام بیش از 1000 بار در مواضع سیاسی 3 دهه مبارزه و رهبری خود در سخنرانی ها، اطلاعیه ها و بیانیه های مختلف مستقیما به مسئله استقلال به عنوان یکی از اصول و آرمان های انقلاب اسلامی تاکید می کنند. دشمنان ما باید این معنا را بدانند که جمهوری اسلامی از این به بعد، بلکه از اولی که این جمهوری رو به رشد رفت، جوری تثبیت شده است و جوری در دنیا الان حسب واقع نمایش داده شده است که وابستگی به هیچ کس ندارد، وابسته به ملت است، وابسته به قوای مسلح است. اشخاص در این امور دخالت ندارند. امام خمینی رحمت الله علیه علت اصلی دشمنی های آمریکا با ملت ایران را در کوتاه شدن دست آنها از منابع و منافع ایران و مخالفت با استقلال مردم می دانند. تأکید امام بر استقلال و نفی وابستگی به شرق و غرب در سخت‌ترین شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی آمریکا، اروپا و حتی شوروی سابق از ابتدای پیروزی انقلاب و تسخیر لانه جاسوسی تا سالهای سخت دفاع مقدس نیز ادامه داشت. در شرایط سخت جنگ تحمیلی، گرایش ایران به شوروی و شرق می توانست باعث حمایت جدی مالی و نظامی شوروی سابق از ایران شود. اما امام رحمت الله علیه بر مبنای این اصل ثابت هیچگاه به شوروی چراغ سبز نشان نداد و در ماجرای حمله شوروی به افغانستان در مقابل شوروی موضعی قاطع گرفتند. شوروی هم حمله نظامیش را کرده و دارد میکند و میبیند که چی میشد، با اینکه در اونجا افغانستان هم مردم یه دستشون مقابل هستند، همه نیستند، دولتش نیست، ارتشش نیست، خیلی چیزاش، احزابش نیست، یه دسته هستن که با اینا مقابله میکنن و الان فشل کردن اونها را. اینا باید تجدید کنن نظر خودشون را، باید بفهمن این معنا را که امروز غیر سابق است و ملت ها غیر دولت ها هستن. از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه، مبنا و ریشه استقلال در یک کشور اعتماد به نفس ملی مسئولان و مردم آن کشور است. امام تأکید داشتند که هرگاه مسئولان و مردم یک کشور دچار خودکمبینی شوند و توانایی های خود را در مقابل غرب به فراموشی بسپارند، در واقع استقلال خود را از بین برده اند. متکی به خدای تبارک و تعالی باشیم و متکی به قدرت ملی خودمون باشیم که با وحدت شما و همراهی ملت از شما و پشتیبانی همه قشرهای ملت از شما، شما را از آسیب مسئول نگه می‌دارد. درست در روزگاری که فرنگی معابی از سر تا پا و در تمام نشست و برخاست‌ها موجب افتخار و سربلندی محسوب می‌شود، امام خمینی بر استقلال فرهنگی تأکید می‌کنند. ما از دخالت نظامی نمی‌ترسیم. اون چیزی که ما را میترساند وابستگی فرهنگی است. ما از دانشگاه استعماری میترسیم. امام نقش استقلال فرهنگی را تا آنجا در تعیین سرنوشت جوامع بالا میبرند که تحقق استقلال با وابستگی فرهنگی را فرضی محال و ساده اندیشانه تلقی میکنند. اگر در فرهنگ ما وابستگی داشته باشیم، در اساس مسائل وابستگی پیدا میکنیم. مع الاسف تبلیغاتی که در طول تاریخ باید بگیم شده است، از اون وقتی که این خارجی ها راه پیدا کردن به کشورهای شرقی، تبلیغاتی که شده است اسباب این شده است که شرقی ها
این گمان را پیدا کردند که هرچه کمال هست در غرب است. در مکتب امام رحمت الله علیه مهمترین اصل در سیاست خارجی و در ارتباط با سایر کشورها اصل حفظ استقلال و عزت ملی و ارتباط بر مبنای احترام متقابل است. ما نه شرقی هستیم و نه غربی، نه اینا میخوام نه اونا میخوام و با هیچ کدام دعوا نداریم. هر کس با ما مصالحه دارد و حاضر است که ما با استقلال خودمون زندگی کنیم، ما با او هم روابط داریم و هر کس این معنا را نداره ما نمیخوایم روابط داشته باشیم. تکبیر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اهمیت استقلال در دیدگاه حضرت امام به حدی است که نگاهی آماری به وصیت‌نامه ایشان نشان می‌دهد این واژه 13 بار به صورت مستقیم و نزدیک به 40 بار به دیگر اشکال در وصیت‌نامه ایشان مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. بر دولت‌ها و دستاندرکاران است چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده که از متخصصین خود قدردانی کنند و آنان را با کمک‌های مادی و معنوی تشویق به کار نمایند و از ورود کالاهای مصرف ساز و خانه برانداز جلوگیری نمایند و به اون چه دارند بسازند تا خود همه چیز بسازند. درس امروز مکتب فکری امام انقلابی ما این است که استقلال یعنی از قدرت ها نهراسیم و زیر بار سلطه آنها نرویم، خود را باور داشته باشیم و به توانایی ها و داشته های خود اتکا کنیم، در هاضمه اقتصاد جهانی هزم نشویم و سبک زندگی ایرانی اسلامی خود را فراموش نکنیم، فریب لبخند دشمنان را نخوریم و مراقب باشیم که خدایی ناکرده کامل کننده نقشه آنها نباشیم. رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.